با عرض سلام محضر دوستان، به بیت 520 از دفتر اول مثنوی رسیده بودیم. نوبت گذشته از مولانا سخنان بسیار بدیعی شنیدیم، علی خصوص در باب هوشمند بودن جهان طبیعت، هوشمند بودن آسمان، هوشمند بودن زمین، گیاهان و دیگر اجزای طبیعت. و در مثالی که مولانا آورد گفت وقتی که دانه بر زمین می افتد گویی که زمین می داند که با این دانه باید چه بکند، آغوش خود رو باز می کند مثل مادری و دانه رو چون فرزندی در بغل می گیرد و او رو می پروراند. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتیم. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ذلیل. اینها رو خواندیم و من به قدر مقدور توضیحاتی در باره اونها دادیم. مولانا باز میگردد به داستان وزیر مکار، اما همچنان با خود سخن میگوید و برداشت‌ها و عبرت‌هایی که باید از این داستان صورت بگیرد را با ما در میان می‌گذارد. همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه می‌زد با قدیم ناگزیر. در حقیقت سخنی رو مولانا سربسته و دربسته می‌گوید و اون این که مکر وزیر نمیتوانست سد راه هدایت الهی شود. او تفرقه افکند در میان پیروان مسیح و 12 شعبه به تعداد 12 امیر پدید آورد و برای هر یک توماری نوشت و در هر توماری سخنی مخالف تومار دیگر آورد که اون امیران رو با هم به خصومت درافکند و از طریق هر یک شعبه‌ای و فرقه‌ای در دین ایجاد کند. اولا مولانا به ما گفت که او ز یک رنگی عیسی بو نداشت. او اصلا نمی‌فهمید که مشرب و مرام عیسی وحدت است، یک رنگی است. نیامده برای فرقه سازی، آمده است بلکه برای اینکه متفرقات رو یکی کند و مجتمع کند. و آمد و برخلاف مرام او چنین کرد. در حقیقت درسی به ما میداد که هر جا فرقه تازه پدید می آید بدانید که این انشعاب جدید یک انحراف جدید است، چون اصل در ادیان چنان که مزاج و مذاق انبیا بوده است وحدت بوده. هیچ کدام نمی پسندیدن که مردم شعبه شعبه و فرقه فرقه شوند و این فرقه ها متخاصمن در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. حقیقتاً هم در تاریخ همه ادیان این فرقه ها که پدید می آمد می بینیم که کس دیگری از راه می رسید و می گفت من یک فرقه فرقه پاکن می خوام بیارم، یعنی یک فرقه بیارم که همه رو وحدت ببخشه و بقیه فرقه ها از بین برن، همه زیر لواء من بیان. اما اونچه که رخ میداد این بود که این فرقه بر اون فرقه های پیشین افزوده میشد. اگر 70 فرقه بود این 71 میشد، بعدی 72 میشد. نه تنها اون فرقه های پیشین رو محو نمی کرد بلکه بر اونها می افزود. لذا راه حل مسئله تفرق آوردن یک فرقه تازه نیست. راه حل اختلاف ادیان آوردن یک دین تازه نیست. این نکته فوق العاده مهمه، برای اینکه این دین تازه اختلاف تازه‌ای رو پدید خواهد آورد. من گاهی به شوخی گفتم، شاید در همین مجلس هم گفتم، که خداوند بعد از فرستادن پیامبران بسیار تجربه کسب کرد و دانست که بیش از این پیامبر فرستادن نه تنها به مشکلات رو حل نمی کنه بلکه به مشکلات خواهد افزود. لذا در
پیامبر اسلام ختم کرد و گفت ایشان خاتم النبیینن و پس از این پیامبری نخواهد آمد. هر کاری میکنید با همین ادیان موجود بکنید. اگر میخواهید اصلاح کنید، تعمیر کنید، ریفرم کنید، با همین ادیان موجود، چون به اندازه کافی معنویت در آنها نهاده شده است و اون سرمایه هدایت در آنها موجوده. بقیه که شرایع اند و پوسته اند و قشر اند و عرضیات هم، با اونها میتونید ور برید و اونها رو تطبیق با زمان بدهید. در مورد فرقه ها هم همین، در صوفیه هم ما همین رو میبینیم. خب تصوف در ابتدا که این همه فرقه های مختلف نداشته، اصلا ندای اونها ندای وحدت بود، اما ناگزیر به فرقه های مختلف اینها منقسم شدن و همواره هم فرقه های میمدن برای حل کردن تفرق پیشین و همون آش بود و همون کاسه، همون ماجرا تکرار میشد الا زماننا هازا. این درسی است که باید گرفت. تازه این در صورتی است که انسان برای اون فرقه سازان حسن نیت قائل باشه، یعنی فکر کنه که واقعا برای حل مشکل اومدن. بعضیا که این حسن نیت هم نداشتن و انگیزه هاشون انگیزه های 100% مادی، ریاست طلبی، دنیا پرستی و امثال اینا بود که به خدا باید پناه برد. خب این یک نکته بود. نکته دوم هم این که به قول مولانا پنجه می زد با قدیم ناگزیر، یعنی خطای این وزیر مکار این بود که با خدا در افتاده بود، با برنامه و نقشه خدا، پنجه در پنجه خدا، قدیم ناگزیر یعنی خداوند، قدیم که ذات قدیم الهی، ناگزیر یعنی کسی که کسی از پس او بر نمی آید، چاره ناپذیر است و نمی توانید با او برآیید. اشتباه جناب وزیر مکار این بود که میخواست نقشه خدا رو در این عالم عوض بکنه و این البته ناشدنیست. چند بار در قرآن این تعبیر به کار رفته، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، کافران گمان نکنند که بر ما پیشی میگیرند، یعنی بر خداوند، انهم لا یعجزون، اونها قادر نیستند که خدا رو عاجز کنند، یعنی او رو از راه خود باز دارند. یا در جاهای دیگه داریم ان الله غالب علی امره، وقتی که در سوره یوسف میخوانیم که یوسف رو برادران به چاه انداختند، در اونجا میگوید که بله این شد، یوسف در چاه افتاد موقتا و مقدمتا فرو رفت تا بعدن براید و خدا میدونست داره چه کار میکنه، یعنی از این مسیر او رو به شاهی میرساند، اما این پست و بلندی باید طی میشد. لذا این که برادران یوسف رو به چاه انداختند، زمام امر رو از دست خداوند بیرون نبردند، چنان نبود که رشته کار از دست او خارج بشود، یه نقشه ای بود که داشت عملی می شد، یه توماری بود که به تدریج باز می شد تا به سرانجام لایق خود برسد. همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه می زد با قدیم ناگزیر، با چنان قادر خدایی که از عدم صد چو عالم هست گرداند به دم. با چنان خدای قادری پنجه می زد که با قدرت خود می تواند صد عالم چون این عالم موجود رو به دمی از عدم بیرون بیاورد و بیافریند. شاید لازم نباشد ما چندان در اینجا توقف کنیم، توضیح مختصری میدم. یکی راجع به لفظ عدم در نزد مولانا و در خصوصا کتاب مثنوی، یکی هم در مورد لفظ دم. عدم چنان که می دانید در نزد مولانا و در نزد دیگر عارفان مثل خصوصا محی الدین عربی اصلا به معنای نیستی محض نیست، بلکه به معنای یه جهانی است که برای رسیدن به اون جهان و درک آن ما باید نیست بشویم. ما برای درک این جهان موجود نیست شدن نداریم، اما برای یک
مرتبه دیگری از وجود باید پا روی وجود کنونی خودمون بگذاریم، یعنی نیستی نردبان ورود به اون عالم است. همون مثالی که مولانا میزنه، پیش شیری آهوی مدهوش شد، هست او در هستیش رو پوش شد. وقتی که آهو در مقابل شیر قرار میگیره، چنان مستصبع میشه و چنان هیبت شیر او رو میگیره که گویی شیر می آید و در وجود آهو می نشیند. آهو خود رو فراموش میکنه و در هستی شیر منحل میشود، شیر میشود. اما این شیر شدن به قیمت از دست رفتن آهوییت اوست. آهو بودن خود رو از دست میدهد و شیر میشود و شیر رو میشناسه. این یه جور نیست شدنه. البته آهو سر جاشه، آهو طوری نشده، شیر هم او رو هنوز نخورده، ولی این همین که میخکوب میشه و هیبت شیر رو فرا میگیره، در حقیقت جز شیر چیزی نمیبینه، خودش رو کلن فراموش میکنه و غافل میشه. همه ذهنش، مغزش، وجودش، قلبش همه پر از شیر میشه. این پر از شیر شدن همون مواجه شدن با شیر است. این مواجهه البته مواجهه است که از نظر مولانا یک عارف با خداوند میکنه. آهویی است که مواجه شیر میشود. تصویر و تمثیل خداوند به شیر از تصویرهای رایج و متداول در عرفان ماست و خصوصا در همین دفاتر مثنوی. نه در کف شیر نر خونخواره‌ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای. این شیر نر خونخواره خداوند است. و جالب است که حتی خونخار هم به او میگویند. در پاره از تجربه های عرفانی عارفان که نقل کردن، یعنی شیری رو دیدیم که دهانش خونالود بود، طعمه های خود رو دریده بود. این تصویری است که از خدای پرمحابت نزد اونها مصور میشود. خب یه چنین خدای قادری وقتی که با اون مواجه میشیم، شرط یعنی محصول و مقتضای این مواجه شدن عدم شدن است و این عدم شدن نردبانی است برای عروج به سطح و به مرتبه وجودی شیر و همگون شدن با او و ورود در وجود او و شناختن او و شیر صفت شدن. این یک نکته. نکته دوم این که عالم بالا یعنی عالم فوق ماده و ماوراء طبیعت و عالم مجردات، عالم مفارقات که با اسمهای مختلف نامیده شده است، این جهانی است که وقتی که شما مدل هستی رو ماده بگیرید، او گویا که عدم است. بیشتر مردم فکر میکنن که اصلا هستی یعنی مادی بودن، یه چیزی مادی نباشه گویی که نیست، اصلا وجود نداره. این همون البته بدفهمیدن موضوع، اما متاسفانه هست، خصوصا ساینتیست های جدید که همشون همینطورن. فکر میکنن که حتما یه چیزی باید ماتریالایز بشه به معنایی که ما شنیدیم و دیده ایم و برخورد کردیم. حتی من دیدم بعضی راجع به روح، نباخر یه مقاله میخونم، یک کسی راجع به روح نوشته بود و بعد گفته بود بله علم جدید هم این رو تأیید کرده و برای تأیید علم رو گفته بود بله اخیراً کشف شده که یه حاله‌ای دور بدن هست و این حاله رو وقتا عکس برداری هم کردن. ببینید این همون مدل مادی است، یعنی فکر میکنه که از روح ما اگر بخوایم یک درک درستی داشته باشیم بعد اون رو یه چیز مادی بدونیم، اون تا یه ماده رقیقی که به چشم دیده نمیشود و حاله است و عکس برداری میشه و این نویسنده توجه نداره که اگر یه چیزی رو شما تونستید ازش عکس برداری، موجود مادیه، موجود غیر مادی که عکس نداره، که تأثیر روی فیلم فوتوگرافیک نداره. اینها ببینید این به خاطر این استش که مدل هستی براشون مادی، یعنی فکر میکنم بالاخره یه جوری زلف روح رو هم باید به زلف ماده گره زن. اینی که ما کاملا برتر از این طبیعت بتوانیم بیاندیشیم و قبول کنیم که یه موجودی هست که والله بالله به حضرت عباس هیچ شباهتی به این موجودات مادی نداره،
اما در این حال وجود داره. این سخته. این است که گذشتگان و خصوصا در کلام مولانا اون جهان رو جهان عدم مینامیدن، یعنی جهانی که ماده در اونجا نیست، صورت در اونجا نیست. همواره وقتی میخواید او رو وصف کنید با نیستی وصف میکنید، میگید نه مثل این هستی ها، نه مثل این صورت ها، نه مثل این انرژی، نه مثل این ماده، هیچ کدوم اینا. دیدم باز بعضی ها وقتی از روح صحبت میکنن میگن مثل یه انرژی میمونه، انرژی موجود مادیه. اصلا این تصویرها و تعبیرها غلط اندازه، گمراه کننده است و نهایت سوء فهم رو نشون میدهد. اگه یه چیزی هست، یه چیز دیگر است. به قول مولوی تعبیری که تو غزلیاتش داره همین چیز دیگره. وقتی که از اون عالم غیر طبیعی صحبت میخواد بکنه، همین بسنده میکنن، یه چیز دیگری است. دیگره یعنی فرق داره. هر چه که شما در این جهان میبینید اون با این فرق داره. لذا به اون گفتن عدم. این عالم عدم همون است که خب دیگه در اون ابیات مشهور مولانا همه میدونیم که خلاصه از جمادی مردم و نامی شدم، همینطوری میرم میرم بالا، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن زجو کل شیء هالک الا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم. عدم چون ارغلون گویدم که نا الیه راجعون. وقتی که از جمادی به نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی، از انسانی به فرشتگی، به ملک رفتم، پایان نمیپذیرد این سیر، بلکه بعد از او تازه مرتبه عدمه. و این خیلی جالبه که شما به برترین مراتب وجودم که برسید، یه مرتبه بالاتر از به نام عدم وجود داره که همون عالم ربوبیه. خداوند مطابق این تعبیر در عدم است. بگذریم از این که این تعبیر عدم در واقع تعبیریست که میتوان گفت که از بودیزم میاد، تعبیریست که از پاره از عارفان بیرون عالم اسلام هم میاد و احتمالاً مولانا با اون هم آشنا بوده. مفهوم خلأ در بودیزم یا در تائوئیزم، خدایی که بهترین تعبیر از او خلأ بود، یعنی شما به جایی میرسید که همین که گفتن یه چیزیست که مثل هیچ چیزی نیست. خب خلأ هم یعنی نبودنده، یعنی خالی بودن، سکوت. بهترین تعبیری که اینا پیدا میکردن اینا بود. همه اینا دال بر یه نبودن چیزی، سکوت یا خلأ یا عدم. این اصلا تفسیر فلسفی نداره، این 100% یک تجربه است. با خدای بی نهایت وقتی که شما روبرو میشید، مثل اینکه با یک خلأ بی نهایت روبرو شدید. به همین دلیل هم فوق العاده هولناک است در مراتب اولیه، چون وجود محدود رو به لرزه در می آورد. مواجهه یک محدود با نامحدود لرزه آور است، هولناک است. و این به علاوه بسیاری از نکات دیگر در معنی عدم نهفته است. اینی که خداوند از عدم چیزهایی رو به وجود میاره دو معنا پیدا میکنه. لذا یکی این که از نیستی، یعنی بعد از نیستی اونا رو هست میکنه، ولی یه معنای دیگه هم داره، یعنی از عالم عدم که همون عالم ربوبی است موجودات رو تنزل میدهد تا به جهان طبیعی برسند و در اینجا مصور بشن و مادی بشن و ماتریالایز بشن. یعنی نه اینکه عدم رو بدل به وجود میکنند، این کار رو نمیکنه، بلکه موجوداتی رو که قبلا به صورت صور علمیه یا اعیان ثابته به قول عرفا نزد خدا بودن، از طریق اونها و از مجاری علی و معلولی وجود نزول میکنه، فیض وجود و به این جهان میرسه. این یک نکته. نکته بعدی در نیم بیت دومه، صد چو عالم هست گرداند بدم. خداوندی که صد عالم مانند این عالم موجود رو بدم هست میگرداند. بدم دو تا معنا میتواند داشته باشه، یعنی بدمی، این یک معنا، یعنی لحظه‌ای میتواند صد عالم بیافرد.
معنای دومش که از این دقیق تره و احتمالاً منظور مولانا این بوده، یعنی با دمیدن، با دمیدنی عالم رو هست میکنه. و این باز از نکات خیلی جالب است که نظر عارفان ماست. ببینید یکی از تصویرهایی که باز نظر عارفان هست از خداوند اینه که خدا گویی نفس میکشه و این جهان محصول دم اوست، میدمد در این عالم. حتی تعبیر نفس الرحمن یعنی دم الهی رو به کار میبرند در این موارد. خب این رو به گزاف هم نمیگن. چرا؟ به خاطر اینکه دست کم در مورد خلقت آدمیان و خلقت روح خداوند کلمه نفخ رو به کار میبرند. نفخت و فیه من روحی، من دمیدم در آدمی. یعنی هر آدمی که به دنیا میاد دم الهی، نفس رحمان رو با خودش داره که همون گوهر حیات است. لذا این رو عارفان تعمیم دادن و میگویند که اصلا کلن جهان دم خداوند است، نفس خداوند است. شما تمرین های یوگا رو میدونید، این نفس خیلی تأکید میکنن که خیلی هم مهمه. این یک رازی داره و سرچشمه راز به نفس خدا برمیگرده، این دم و بازدمی که در اصل از خداوند هست و کنترل این دم و بازدم آدمی رو به کنترل روح خودش و به تمرکز بر روان خودش میکشاند. علی ای حال اینم یه نکته است. اگر یادتون باشه ما بحث میکردیم قبلا که خداوند جهان رو چگونه می گفتیم که در حکم یک هنرمند خداوند این هنر رو خلق میکنه و این هنر از او میریزد بدون اینکه او قصدی داشته باشه. به یاد دارید این رو گفتیم، این مفهوم و کلمه خالق یه رازی رو میپوشاند، از چشم ما دور میداره. چون خالق یعنی آفریننده، یعنی سازنده. وقتی که میگیم سازنده و آفریننده، ذهن ما رو میبرد به سوی سازنده ها و آفریننده های معمولی. میگیم یه کسی هم این بنا رو ساخته، مثلا اون ماشین رو ساخته، این میز رو ساخته. و این ساختن عبارت است از اینکه اولا اجزای مختلف رو که از پیش وجود داشتن در کنار هم مینهد و اندازه میدهد و با هم تألیف و ترکیب میکنه. دوم اینکه قصدی داره، اینش خیلی مهمه. میخواد خونه‌ای بسازه که محل سکنا باشه، در اون بتوان زندگی کرد، میزی بسازه، مبلی بسازه و هر چیز دیگری. پس اولا در خالق و سازنده یکی اجزایی که وجود داره و شخص سازنده اونها رو با هم تألیف و ترکیب میکنه هست. دومی که عزمی و قصدی و نقشه‌ای و برنامه‌ای هست و اون سازنده میدونه داره چه کار میکنه و برای چه. اما هنرمند اینطوری نیست. خلاقیت هنرمندی رو منظور دارم که اون رو اون کجاست؟ اولا هیچ اجزایی وجود نداره. مثلا هنرمند همه اون رو که می آفرینه از پیش چیزی وجود نداره و مهمتر از او عزمی و پلنی هم در کار نیست. یعنی عین ریزش و عین جوشش است. همینطور می جوشد از ذهن یک هنرمند، از قلم او، از دست او. این اون خلاقیت هنرمندان است. اگر هم کلمه خالق رو در مورد خداوند به کار بریم، همیشه باید یادمون باشه که هنرمندانه است این خالقیت. خالقیت هنرمندانه. لذا تعبیر مولانا چی بود؟ میگفت گنج مخفی بود زپری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود زپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. او میگوید که مثل یک گنج، مثل یک چشمه خدا جوشید. خب گنجی یا چشمه‌ای که خدا جوشید، این بیرون ریخت اون چرا که در درون خودش است. یا فل مثل مثل یک آتش فشان که این آتش فشانی که قصدی نداره، عزمی نداره، پلنی نداره و ناگهان درون مایه خودش رو بیرون میریزه. این مثال نیکویست برای خلقت، مخصوصا برای این که بگیم هیچ برنامه‌ای وجود نداشته. این برنامه و هدف نبودن، نداشتن یه وقتی نقصان شمرده نشود،
در کار هنرمند اتفاقا این عین کمال هنرمندی است. این در موارد دیگر است که پلن داشتن و هدف داشتن شرط امر است، در هنرمندی این چنین نیست. چنیدید شما همتون دیگه، میگن هنر برای هنر یا هنر متعهد، این از تعبیراتی خیلی به کار میرفت و مخصوصا در وقتی که مارکسیسم رونقی داشت قصه هنر برای هنر بسیار مورد طعن و ملامت قرار میگرفت و میگفتن هنر باید متعهد باشه، هنر برای خلق، هنر برای فلان. ببینید خب الان مطابق این منطقی که من دارم عرض میکنم، اگر بخوام داوری کنم، مثلا هنر متعهد معنی نداره. هنر برای هنر است، هنر اصلا هنر است چون آزاد است. بله، شمای هنرمند وقتی که ساختار وجودی خاصی داشته باشید هنرتون رنگ شما رو میگیره. به این معنا هنر رنگ داره، بو داره، اما نه به معنایی که شما این رنگ و بو رو به او دادین. خودش داره چون از چشمه وجود شما بیرون میریزه. در مورد خداوند هم همینطوره. ببینید عزمی و نقشه‌ای در کار نیست در خلقت. بارها این رو من خدمت شما گفتم، حکیمان ما، عارفان ما، فیلسوفان ما همشون معتقدن که خلقت هیچ هدفی ندارد و افعال الله معلله و اغراض نیست و خداوند برای رسیدن به هدفی این عالم رو خلق نکرده، چون خداوند نیازمند نیست. خب پس چرا خلق کرده؟ این چرا چرای غایی نیست، یعنی به چه منظوری، منظوری نداره، ولی چرای فاعلی است. چرا؟ چون از او فرو ریخته، از او جوشیده و بیرون آمده و چنان که مقتضای ذات اوست بیرون آمده. لذا هر چیزی که در جهان هست الهی است، پاکیزه است. اون چیزهایی هم که به ظاهر الهی نیست اولا باطنا الهی است، ثانیا به قول حکما میگفتن شرور مقتضای وجودن، یعنی لازمه خیراتن. حالا وارد اون بحث نمیشه. به هر حال این یک تئوری بود در باب خلقت الهی که خالقیت هنرمندانه است و جوشش و ریزشه. ببینید مثال خیلی جالبش همین شعرهای دیوان شمس مولاناست که محض ریزش است. یعنی کاملا معلومه که بیت دوم بر مولوی معلوم نبوده وقتی بیت اول رو میگفته، دومی هم میومده، سومی هم میومده، همینطوری میومده و یک حالت تعلیقی هم در شعرهای مولانا هست. این رو من براتون گفتم، یعنی شما نمیدونید، شما هم که میخونید نمیدونید بیت دومش چی میخواد باشه، این از اینجا به کجا میخواد بره، خودش هم نمیدونسته. همینطور کوچه پس کوچه میپیچیده. برای اینکه هنر است، هنر همینه. اما مثنوی تا حدودی این چنین نیست، چون مولانا در دیوان شمس یک عاشق شاعر است ولی در مثنوی یک معلم شاعر است و اقتضای معلمی این است که مراعات حال شاگرد رو بکنند و به تناسب ذهن او و به وفق وقت اونچنان سخن بگوید. همینطور هم هست، نگاه میکرد میبینید دارن چرت میزنن، یه چیزی میگفت، میدید که خستن، یه چیزی دیگه میگفت، یه قصه میگفت، میدید این دفعه افرادی پای سخنش هستن که ببخشید نزدیک به لاتولوتان، رضا قصه های رکیک میگفت برای اونها. اینا همه تو مصدری هست، همه ملاحظه احوال اونهاست. دفتر پنجم خیلی اینطوریست و به قول یکی از مصدری شناسان احتمالاً مستمع در دفتر پنجم عوض شده و کسانی پای سخن مولانا می نشستن که از جنس و لون دیگری بودن، ملاحظه حال اونا رو می کرد و از اون جور قصه ها می گفت. جای دیگه هم جور دیگری، اما در غزلهاش ملاحظه حالی که سنه اصلا کسی نبود اون موقع در دنیای او، خودش بود. ملاحظه حال کسی رو نبود، خودش می دید و خودش می گفت. حالا شاعران دیگه هم همینطورن. خب این یک مثال بود از خلقت الهی، آفرینش الهی که آفرینش جوششی است، چشم ساری است، به قول مولوی گنجی است که از فرط پری چاک میکنه، میشکافه و درون مایه خودش رو بیرون میریزه. میتونست از آتش فشان مثال بیاره که نیاورد. تصویر دوم اینه که خدا نفس میکشه و خلقت نفس الهیه. اینم یک تصویره. بازم
نفس کشیدن ناگزیر است، یعنی برای یک موجود حی، یک موجود زنده، این نفس از چه طریقی برمی آید؟ از فشاری که این هستی و حیات به شما میاره. یعنی اگه شما نفس نکشید، نفس خودتون نگه دارید، اون حیات به شما میگه من میخوام بمانم، اجازه نمیدم که من رو خفه کنی، و لذا بر اثر نیروی اون حیات شما نفس رو بیرون میدهید. این دم همان است که تصویر خوبی است از خلقت و از آفرینش. لذا خدا نفس میکشد، ما نفس خداوندیم. ببینید وقتی هم که در مورد عیسی گفتن که عیسی روح الله هست، این روح هم نفس الهیه، و اینکه گفتن که عیسی می دمید و مرده زنده می کرد، این دمیدن یک مطلبی است، یک رازی است که گفتم بعضی از این یوگایی‌ها این رو اجمالاً گرفتن که در اینجا چیزی نهفته است و نفس کشیدن چیزی بیش از فرو بردن اکسیژن است. این فرو بردن ازوت اکسیژن دیگه نازل ترین تعبیر از نفس کشیدن است. با روح ما، با حیات ما، این مثلا نسبت دیگری دارد. خب این دوتا واژه رو میخواستیم معنی کنیم، کمی توقفمون زیاد شد. صد چو عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. این خداوندی که به دمی صد عالم میآفریند، یک نمونش رو مولانا مثال میزنه، میگه اگر چشمت رو به درون خودت رو بینا کند. بعضیا فکر کردن چشمت رو به خود یعنی به خود خدا، من فکر میکنم که به خود یعنی به خودت، شاید معنای مستقیم تری داشته باشه، اولی هم باطل نیست. در نظر تو صد عالم میآفریند اگر نگاه تو رو به درون خودت رو معطوف کند و تو خودت رو ببینی و به کشف خودت و به کاویدن وجود خودت بپردازی، صد عالم در او کشف میکنی. خب این سخن رو مولانا در جاهای دیگه هم گفته که تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. تو یک انسان یکی نیستی، یک لایه نیستی، هزاران لایه داری. این رو کجا میگه مولوی؟ همون جایی دیگه که توضیح میدهد خواب دیدن رو، میگه تو در آن وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شدی. وقتی که میخوابی از پیش خودت میروی پیش خودت، یعنی از یک لایه وجودت میری به یک لایه وجود دیگه. ماها در تعبیر خیلی ساده مثل یک ساختمان مثلا هزار طبقه ایم، صد هزار طبقه ایم، یه بیسمنت نیستیم، یه فقط زیرزمینی یا طبقه اول، نه خیلی خیلی لایه ها داریم. یک ساختمون بسیار بلندی که سکای سکیپر به اصطلاح واقعا آسمان خراشیم، یعنی میریم تا با آسمان، صد هزار طبقه ایم. در خواب گاهی از این طبقه به اون طبقه میریم، و این تعبیرات واقعا توی نوشته های یونگ هم هست. یه بار یه خوابی از خودش رو نقل میکنه، وقتی که با فروید با هم آمده بودن، دعوتی داشتن در دانشگاه ییل برای اینکه سخنرانی میدن، همون موقع در همون ایام ظاهرا یونگ یه خوابی میبینه، یه ساختمان سه طبقه رو میبینه که از اون طبقه بالا اومد با اینو، بعد رفت در بیسمنت و اونجا چند تا استخوان‌های مرده و چه و اینها دید. میگوید که من خوابم رو برای فروید نقل نکردم، برای اینکه میدونستم اون یک تفسیرای انحرافی میکنه، اون مطابق مکتب خودش یک چیزای ناروا و باطلی میگه، اما خودش وقتی که تفسیر میکنه خواب خودش رو، میگه این ساختمون سه طبقه خود من بودم، من سه طبقه خودم رو در خواب دیدم، و اینکه حالا چرا در اون طبقه زیرین چنین دیدم، در طبقه دوم چنان دیدم، توضیحاتی مینویسه. واقعش اینه که کمترین مراتبی که ما به خودمون بدیم سه طبقه است. ما 30 طبقه و 30,000 طبقه ایم به قول مولانا، بلکه دریایی گردونی و دریای عمیق. یک دریای عمیق که هزاران هزار لایه داره، عمق بسیار زیاد داره.
خب وقتی که چشمت را به خود بینا کند، وقتی که درون خودت رو ببینی، مخصوصا برای کسانی که اهل تأملن، خب ما اگر زندگی سطحی بکنیم، همین طبقه اول زندگی میکنیم و همونجا میبینیم و میریم. اما آدمی که تعمق و تأمل میکنه، این طبقات رو کشف میکنه، از این طبقات مختلف عبور میکنه. شما خودتون در همین مثنوی میبینید، مولوی وقتا تو طبقه هفتم، وقتا تو طبقه هفتادم، و حال در این میان بالا و پایین میره و هر آدمی این چنینه. اینم یک نحوه از آفرینش الهی است. و اینکه عالم فقط این عالم بیرونی نیست، بلکه عالم واقعی درون آدمی است و صد هزاران عالم است. بلکه در جای دیگه مولانا میگه که تا بدانی که آسمان های سمی هست، عکس مدرکات آدمی. این از حرفای خیلی عمیق مولانا است. میگه اصلا جهان خارج پرتو ادراکات ماست، ما به این جهان رنگی رو میزنیم که میپنداریم رنگ خود اوست. در خیلی از موارد این قصه صادق است و در جای خودش باید شرح داده بشه. خیلی خیلی نکته سنجی ها داره. گر جهان پیشت بزرگ و بیبون است، پیش قدرت ذره ای میدان که نیست. بیبون یعنی بی‌نهایت. اگر فکر میکنی این جهان، حالا خصوصا در نزد علم جدید که این افلاک و کائنات مادی واقعا حالت بی‌نهایت پیدا کردن، میگه اگر این رو تو بی نهایت میبینی، ولی بدانی که نزد قدرت الهی ذره بیشتر نیست. این جهان خود حبس جانهای شماست، این روید اون سو که صحرای شماست. این جهان با همه بزرگیش یک زندانی بیش نیست. روح ما در این جهان زندان است، در زندان است. صحرایی داریم، جایی که صحرا یعنی بیرون از این جهان. این جهان دیوار داره دیگه، صحرا یعنی اونجایی که دیوار نیست. همون غزل خیلی لطیفی که مولانا داره، تیز دارم دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم نیست شوم تا برای یاران برسم، خوش شده ام خوش شده ام شعله آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. سوختن خانه و رسیدن به بیابان همین بیانی است که اینجا داره. میگه از این جهان برید تا به صحرا برسید. این جهان حبس جانهای شماست. وقتی که دیوارهای این عالم رو برداشتید، به یه صحرای بیدر و دیواری میرسید که در واقع صحرای روحه، جاییست که این قیود مادی نیست. این جهان محدود و آن خود بیحد است، نقش و صورت پیش آن معنا صد است. این جهان محدود است، اونجا نامحدوده. این نقوش و این صور که ما در این عالم میبینیم، این سد و حجاب دیدن اون عالم دیگر است. نقش و صورت پیش اون معنا سد است. مثال میزنه، حالا صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. وقتی که اون جهان نیروی از اون جهان تصرفی در این عالم کرد، صد هزار نیزه فرعونی رو با یک عصای موسی توانست بشکنه یا سحرها رو باطل کنه. صد هزاران طب جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. هزاران طبیب بودن و اصناف فنون طبی می دانستند و بیماران رو درمان می کردن، اما همه اونها نزد یک دم عیسوی افسوس بودن، یعنی هیچ بودن. عیسی خوب می دونید در اصل هیلر بود، یک شفابخش بود، یک طبیبی بود که بیمارها پیش او می رفتن. بعد از آن بود که الهاماتی به او شد و با کلیسای یعنی کلیسه یهودیت در افتاد و به هر حال اندیشه های تازه رو عرضه کرد. و بعد از مرگش بود یا بعد از سری طبخش بود که پولس اومد و گفت که او پسر خدا بود و چیزهای دیگر. اینها بعد از عیسی پدیدم. باری صد هزاران طب جالینوس بود، درسته، ولی پیش عیسی و دمش افسوس بود. عیسایی که اتصال به اون عالم بالا داشت، تفوق بر همه این طبیبان زمینی داشت. صد هزاران دفتر اشعار بود، پیش حرف امیش آر بود. همچنین ادیبان دوران ظهور اسلام و در
نزد پیامبر اسلام. خب شعرا و ادبای بزرگ داشتن عرب ها. میگوید که بله اینا بودن و اینها قدرت تام و تمام در ادب و شعر پرداختن داشتن، اما نزد حرف یک امی یعنی محمد پیامبر امی اینا ننگ داشتن، ننگشون میومد که یه نام ادب ببرن، نام شاعری ببرن. همه خاضع شدند و همه در هم شکستند. یه امی، امی ببینید در قرآن هم خب چند بار آمده است دیگه در وصف پیامبر. امی رو دو جور معنی کردن، یکی امی رو گفتن از کلمه امیال و ام یعنی مادر، امی یعنی کسی که همونطوریست که از مادر زایده، یعنی نه سواد داره نه درس خونده نه هیچی، گفتن یه معنای امیه. یه معنای دیگر هم که به نظر درستر میاد و بعضی از مستشرقین مثل آقای مونتگومری وات دیگران که امروز تحقیق کردن، بیشتر امی به معنای کسی است که صاحب کتاب نبوده، یعنی صاحب دینی از ادیان نبوده، نه اینکه صاحب کتاب نبوده. این خیلی مسئله مهمی است. این تعبیر همین است که جنتیله گفته می شود و کسانی که پیرو دینی از ادیان بودن اینا غیر امی بودن. امی یعنی اونی که پیرو دینی از ادیان نیست. لذا این که در قرآن هست که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خدا از میان امیین پیامبری برانگیخت، یعنی از میان کسانی که صاحب کتاب نبودن، پیرو آیین ویژه‌ای نبودن. این معنای خاص رو هم فخر رازی در تفسیر خودش آورده و در خیلی از موارد همین معنا میتواند صادق باشه و مستقیم تر باشه. شما در خود تعلیمات پولس رسول هم وقتی که میبینید میگه که مسیحیت برای جنتیله اومد، برای امیها اومد، نه برای یهودیان، چون اونا صاحب کتاب بودن. برای اونایی که صاحب کتاب و صاحب آیین نبودند آمد و لذا تکالیف یهودی بر اونها هم دیگه وظیفه نیست و میتوانند اون تکالیف رو انجام ندهند. باری صد هزاران، خب معجزه پیامبر اسلام گفتند که قرآن بود، یعنی از طریق ادب و ادبیات وارد شد، به خاطر اینکه مهمترین حرفه یا بگوییم امتیاز عرب ها در آن روزگار این بود که زبان آور بودند، شاعران و ادیبان درجه اولی داشتند و در دوران جاهلیت بزرگترین ابداعاتشون همین ها بود. الان هم اشعاری که در جاهلیت می سرودن وجود داره و خب می توان اونها رو با قرآن سنجی. در واقع اونچه که در قرآن هست این که تحدی کرده، یعنی به مبارزه طلبیده دیگران رو، اگه می تونید مثل این قرآن بیارید بیارید، چنان که بعضی از مفسرین نوشتن، یعنی اگر از یک شخص امی مثل محمد میتونید یه همچی کتابی بیارید، و الا اگر نمیشه و قبول کنید که یک روح ویژه‌ای در او دمیده شده است. فعلم و انما انزل به علم الله، بدونید که اینجا علم خدا در کاره. یک کسی که درس نخونه و مدرسه نرفته است و مثل شماها تا 40 سالگی نه شاعر بوده نه ادیب بوده نه از این مسائل خبری داشته، حتی یهودی نبوده مسیحی نبوده و میتواند یک چنین قرآنی بیاورد، این خودش به خودی خودی امر خارق العاده است. این خارق العاده این هم موجوده بوده. بگذاریم. با چنین قالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. در این چنین خداوندی باید مرد، یعنی باید کوچک شد، باید خضوع کرد. فقط کسی که خسی است یعنی پست است، یعنی نمیفهمه این ماجرا رو، میتونه در مقابل خداوند خضوع نکنه، همچنان گردن کشی کنه. والا قدرت این خدا رو که میبینه، حالا عاشقانه یا عاقلانه باید خاضع بشود. بس دل چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. خداوند رو میگه کوه‌ها رو میتواند برانگیزد، مرغ زیرک رو با همه زیرکی به دو پا آویزان کند. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه.
در مقابل او نمیشه ادعا کرد، نمیشه لاف زد که من میفهمم، من عاقلم. نه، اونجا شکستگی لازم است. به قول حافظ، در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. خودفروش، لاف زن، بره جای دیگه، اون بازارش جای دیگه است، از اونجا لاف او رو میخرن. ولی در مقابل خداوند یا اولیای خداوند فقط کوچکی و خضوع است که کار شما رو به سامان میکنه. راه دیگری اینجا وجود نداره. ببینید، باز در اینجا مولوی به یه معنا داره پنجه در پنجه فیلسوفان و متکلمان و معتزلیان میافکنه، چون میگوید که اینها فکرشون رو تیز میکنند. به تعبیر مولوی در جای دیگه میگه عقل سرتیز آمد اما پای سست، زان که دل ویران شد است و تن درست. میگه این عقل فضوله، تیزه، سرتیزه، اما پای سسته. یعنی دو قدم که میره میخوره زمین، برای اینکه یک سرتیزتر از او با او مواجه میشه. باز اگر بخوام یک پرده فراتر بریم، یک پله بالاتر بریم، حقیقتش اینه که حرف مولانا که این دیگه یک آبیست، یک خونیست که در تن کل این مثنوی جاریست، قبلاً هم به شما اشاره کردم، اینه که میگه باید به ورای ذهن برید. این ذهن رو باید خاموش کنید، به ورای ذهن برید. اون پشت ذهن که به اصطلاح همون power of now، یعنی به بی زمانی برسید، به حال برسید و مفاهیم رو موقتا پشت سر بگذارید، کنار بگذارید. اون میشه نه اینکه عقل رو ترک بکنید، به یه جهانی برید که ورای این عقلانیته. اونجا خدا رو بهتر میفهمید، به خاطر اینکه خدا اصلا مفهوم پذیر نیست، آن کانسپچوالایزبل، این افبل، به قول این عارفان اینجا که خیلی می نویسن، این افبل یعنی ناگفتنی است، توصیف ناپذیر است، مفهوم ناپذیر است و کانسپتی بر او حاکم نمی شود. خب شکار نمی شود. لذا پشت این ذهن باید رفت، نه اینکه این ذهن به کار نمیاد، تا حدود زیادی به کار میاد، اما حدی داره، لیمیتی داره. بیشتر از اون رو دیگه شما از عقل فلسفی نمیتونید بخواهید. اگه بتونید باید یه جهشی بکنید، از یه دیواری اینجا هست باید بپرید به اون طرف، همون صحرا که مولانا میگه. همه ی حرف مولوی رو اینجوری باید فهمید، میگه ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. دور انداختن یعنی از راه فلسفه رفتن. میگه سید خیلی نزدیکتر از این هست، همین پیش پاته، ولی تو اون دور رو نگاه میکنی و بعد تیر رو به دور میاندازی. سید نزدیک و تو دور انداخته، فلسفی خود را ز اندیشه بکش، گو بدو فراسوی حق است پشت، گو بدو چندان که افزون میدود، از مراد خود جداتر میشود. جاهدو فینا بگفتن شهریار، جاهدو انا نگفت، ای بیقرار، نگفت پشت به ما مجاهدت کنید، گفت رو به ما مجاهدت کنید. در واقع سراغ اون کانسپت ها رفتن مثل این که پشت به او مجاهدت کردن است و از مقصود دورتر شدن است. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. الی آخر که فراوان داره. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. ای بسا گنجا کنان کنج کاف، کن خیال اندیش را شد ریشه گاف. ریشه گاف یعنی مسخره، یعنی ابله، یعنی کودن، هر دو معنا رو داره. میگه کسانی هستن که خاطرشون تیزه، گنجا کنان کنج کاف پیش اونا ریشه گاون، یعنی مسخرن، با همین احوال به جایی نمیرسن. چون گاو کبود تا تو ریش او شوی، خاک چبود تا حشیش او شوی. رفتی ریشه گاو شدی. ریشه گاو یعنی مسخره، یعنی پست، یعنی فرو افتاده و فرو ماده، یعنی احمق. منتها مولوی اینجا این دو کلمه را از هم تفکیک میکنه و
میگه آخه گاو هم یه چیزی که آدم بره ریشه گاو بشه. حالا منظور از ریشه گاوی نبود که واقعا ریشه گاو بشه. و خاک چه و تا حشیش او شدی. حشیش یعنی علف. خاک چیه که تو علف روی زمین بشی، حشیش خاک بشی، یعنی خودت رو اینقدر پست کنی و پایین بیاری. چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. عورتی را زهره کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن چه باشد. بگه عنود میگوید که در داستانها خونده ای، داستانهاییست که از یهود بوده و به اسلام هم منتقل شده، اینکه دو ملک بودن به نام هاروت و ماروت و اینها در آسمان بودن، خداوند رو اطاعت میکردن، عبادت میکردن، به خودشون قره شدن که ما چنین عبادت خدا میکنیم، این آدمیان رو ببین در روی زمین که چقدر معصیت و فساد میکنن. از خداوند اجازه خواستن که اونها رو به زمین بفرسته و به خدا نشون بدن که روی زمین هم اینها عابدان و زاهدان خواهند بود و روی سبقت از آدمیان میبرند و نشان میدهند که در طبیعت هم میتوان پرهیزکار بود. میان به زمین و از غذا برخورد میکنند به یه خانم زیبایی به نام زهره خانم، یا همون ناهید خود ما. ناهید خب اسم فارسیشه. باری این خانم هم خیلی زیرک بود و زرنگ بود. دو کار کرد، یکی اینکه این دو ملک رو آلوده به فساد کرد، به شرابخوری، به کارهای دیگه، به کارهای دیگه، و اینها جزو بندگان معصیت کار خداوند شدن. اما خودش با کمال زرنگی اسم اعظم رو از اونها یاد گرفت. خداوند که این دو ملک رو دید که اینطور آلوده گناه شدن، گفت به هر حال دیگه از امتحان پیروز بیرون نیامدید، رفوزه شدید، باید تنبیه بشید، عذاب خودتون اختیار کنید که در قیامت عذاب بشید یا در دنیا. اونا هم اینجا زیرکی نشون دادن، گفتن قیامت بی نهایته ولی دنیا بالاخره به پایان رسه، گفتن که در همین دنیا ما را عذاب کن. ولذا در چاه بابل اونها سرنگون قرار گرفتن و همچنان هستن و عذاب میبینن تا قیامت بشه و اینها محشور بشه. اما جناب ناهید خانم، زهره خانم، اسم اعظم رو به کار برد و رفت توی آسمون، شد ستاره زهره، گفت پرستویی شد و پرپرزنون رفت، به دریاهای بینامونشون رفت. حریفانم به من با طعنه گویند، ستاره شد به طاق آسمون رفت. ستاره شد و به طاق آسمون رفت. مولانا و گذشتگان تصورش این بود که خداوند اون زن رو مسخ کرد. دو قول در این داستان هست، یکی اینکه خدا مسخش کرد به صورت ستاره زهره در آورد در آسمان، یکی اینکه اون با زیرکی اسم اعظم رو آموخته بود و از این جهان فرار کرد و رفت به طاق آسمان و تبدیل به ستاره سیاره زهره شد. مولانا میگه که اینم یه جور مسخ بود. عورت یعنی زن. عورتی را زهره کردن مسخ بود. عورت کلمه عربیه و ریشه اوریان، اوریانی هم از همین ریشه است. خود عربا عورت رو به معنای زن به کار نمیبرن، من هیچ جا تو ادبیات عرب ندیدم. عجیب است، خراسانی ها، افغانی ها و من گاهی نزد پاکستانی ها دیدم کلمه عورت رو برای زن به کار میبرن. تو کتاب های مثلا می نوشتن که عورتی آمد مثلا از یک عالمی سوال کرد، عورت یعنی زن. و کلمه عورت قرآن هم هست ولی نه به این معنا. در سوره 8 هست، قالو بیوتنا عورتون و ماهی به عورت، گفتن خونه های ما لخته، بی حفاظه، به این معنا در رابطه خانه ها. اما اینکه چطور شده است که تو زبان فارسی چنین شده و این چنین به کار میره دیگه خدا میدونه. البته عورت به معنای پوشیدنی و پوشاندنی هم هست، چیز اوریانی که باید اون رو پوشاند. لذا شاید به این اجازه مثلا آقای مرحوم فروزانفر در شرح مثنوی خودش، خودشون خراسانی بود، اهل بشرویه بود، می نویسد که در اون دیار ما اون اطراف به زن عورتی نمیگن. به هر حال این کلمه است. خب مولانا هم افغان بود، می‌گیم که کلمه عورت رو به کار می‌بره. عورتی را یعنی زنی را زهره کردن مسخ بود،
خاک و گل گشتن چه باشد یعنی. میگه این مسخ کردن انواع داره. ما یه نسخ داریم یه مسخ. شنیدی دیگه نسخ یعنی تناسخ، یعنی روح آدمی از جسد خودش به روح به جسد یه آدم دیگری بره. مسخ یعنی روح آدمی از جسد خودش به جسد یک حیوان بره، این میشه مسخ. حالا یک فسخ هم داریم که روح آدمی از جسدش به یک گیاه بره. گفتن که این چیزا ممکنه. باری اینجا بحث مسخه، یعنی فروتر رفتن و شما از یعنی کالبد انسانی بروید در کالبد حیوانی. در قرآن ما مسخ داریم که در باب پاره از یهودیان آمده است دیگه. مشکلات تفسیر قرآن هم هست، چون نه در تاریخ یهود چنین چیزی هست نه هیچی، ولی در قرآن هست که اون یهودیانی که بنا بود روز شنبه رو مقدس بدارن و ماهی گیری نکنن و اینها حیله شرعی اندیشیدند و یک برکه ای ساختند و میدونید دیگه، اینها در قرآن هم هست که یهودیان بنا بود که روز شنبه هیچ کاری نکنن، به این جمله ماهی هم نگیرن. اینها اومدن و حیله اندیشیدن، در کنار دریا یک برکه ای اونجا پدید آوردن. ماهی ها روزای شنبه می اومدن و می رفتن تو این برکه، اما راه بیرون رفتن رو نداشتن، کاری کرده بودن. اینا شنبه ماهی نمی رفتن، روزای یه شنبه می رفتن. همون ماهی هایی که واقعا روز شنبه صید کرده بودن اما در فیزیکلی نگرفته بودن می رفتن می گرفتن و این مشکلی شد. یهودیان تعدادشون مسخ شدن، به صورت بوزینه و خوک در آمدن. در قرآن صریحا از قرده و خنازیر در آمدن و این یک داستانیست. بعدها مفسران در این باره فراوان نوشتند که این آخه کجای تاریخ ما که نداریم، لذا مفسران دیگری آمدن گفتن اینا روحن مسخ شدن، مسخ باطنی شدن، مثل خوک و بوزینه، نه اینکه واقعا خوک و بوزینه شدن. ما تو روایات خودمونم داریم که اینا همه جز و اساطیری که بعضی از بنی امیه هم مسخ شدن، به صورت مارمولک در اومدن، چلپاسه. حتی در حکایات نوشتن که یه وقتی یه کسی از علما در منزل یکی از علما بود، یه دفعه یه مارمولک اونجا عبور کرد، گفت یکی از بنی امیه تو منزل شما. به هر حال چنین سخنانی هم بود، اما خیلی ها میگفتن که این مسخ مسخ معنوی است، مسخ باطنی است. مولوی اینجا اتفاقا همین رو داره میگه، میگه آدمی اگر نزول کند از آدمیت خودش و روح و باطن حیوانی پیدا کنه، این مسخه. میگه تو اگر عاشق پول شدی دیگه مسخ شدی دیگه، یعنی دیگه انسانیتت از دست رفته. میگه عاشق خاک شدی داره میگه، یکی میگه فقط فکر کردی یه زنی به صورت زهره در اومد مسخ شد، نه، انواعش عورتی را زهره کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن چه باشد یعنود. تو اگر به خاک به گل یعنی به ماده به طبیعت هم دل ببندی داری مسخ میشی، تبدیل به خاک داری میشی. این یک حقیقتیست واقعا، این که هر چیز که در جستن آنی آنی، اگه جدن دنبال یه چیزی باشی، فکر و ذکرت اون باشه، عشقت اون باشه، واقعا تبدیل به اون میشی، محوه در اون میشی و مسخ در اون میشی. این حقیقت. حالا شما اگر به خدا که برتر از ماست برین که دیگه ما اونجا نمیگیم مسخ، میگیم فنا شدی. اما در یک امر نازل تر از خیشتن اگر آدمی فرو بره و محو بشه، اونگاه مسخ شده. روح میبردت سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. روح بنا بود تو رو به بالا بره، اما تو به طرف پایین رفتی، به سوی آب و گل، خیشتن را مسخ کردی زین سفول. سفول یعنی فرو رفتن، به طرف سافل رفتن. زان وجودی که بود آن رشک عقول، پس ببین که این مسخ کردن چون بود، پیش اون مسخ این به غایت دون بود. ببین که مسخ کردن چگونه است و پیش این گونه مسخ شدن، اون مسخ زهره خیلی امر کمبهایی است. اسب همت سوی اختر تافتی، آدم مسجود را نشناختی، آخر آدم زاده ای ای ناخلف چند پنداری.
تو پستی را شرف. اسب همت سوی اختر راندی، میتواند خطاب به دو قوم باشه، یکی به منجمان که مولوی هیچ از اون با اونا میونه خوشی نداره، خیلی جاهای دیگه هم این رو میگه، میگه تو که انقدر دنبال ستاره شناسی هستی و این همه آلات و ابزار فراهم کردی که این ستاره های دور دست رو ببینی و انقدر به اونها دل بستی، بیا به آدم بپرداز که برتر از ستارگان است. و آدم مسجود را نشناختی. آدم مسجود در واقع ذات و گوهر انسانیت رو میگه، چون که توی داستان آدم هست که ملائک به او سجده کردن، نه اینکه به یه آدم، به آدمیت سجده کردن، به انسانیت سجده کردن. اگر هم آدمی اونجا بود، اون مجسمه نمادی، رمزی، سیمبولی از انسانیت بود. میگه تو انسانیتی که از لحاظ شأن و شرف سجدگاه فرشتگان میتواند قرار بگیره نشناختی، میری و دل به ستارگان میبندی که یکیشون هم زهره باشه، زهره خانم، یا حتی اشارش به ستاره پرستانه، میگه تو اونا رو میبتون بودن همچنان و لذا نمیتوانی، یعنی نمیای که این طرف رو بفهمی. خب اسب همت سوی اختر تاختی، آدم مسجود را نشناختی، آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. یه مقایسه اینجا وقتمون به پایان فقط براتون بکنم و این جالبه، شنیدنیست، مقایسه بین باز مولانا و حافظ. خب داستان آدم رو که همه ما میدونیم، مولانا هم میدونست، حافظ هم میدونست، همه دیگران هم میدونست. مولانا میگه ما که آدمی زادیم، میگه اینا خلف آدم زاده ای، باید به جایی برسی که مسجود ملائک بشی، چون آدم مسجود ملائک بود و شأن و رتبه آدمیت اینه، یعنی در استعداد او، در توانایی و پتانسیل او هست که یه چنین جایی بخواد. ناسلامتی آدمزاده ای، آخر آدمزاده ای، ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. چرا شرف رو گذاشتی به پستی میپردازد؟ خب این یک سخن است. بر چه مبنا؟ بر مبنای این که ما فرزندان آدمیم. حافظ چی میگه؟ میگه پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اینم باز استناد به قصه آدم میکنه، منتها از اون بعد دیگری، کاری به این که آدم مسجود ملائک بود و این حرفا اصلا نداره، به آدم خطاکار کار داره. میگه پدر ما خطا کرد، به دو تا گندم، برای خوردن دو تا گندم بهش رو فروخت و نهایتاً از بهش بیرونش انداختن. منم که فرزند اونم اگه این کار رو نکنم ناخلفم، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یعنی منم پا در راه گناه میذارم، ناچار میگذارم و پدر ما چنین کرد، ما هم خواسته و ناخواسته چنین خواهیم کرد، یا اگر کردم گریبان منو نگیرید، جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. وقتی پدر ما که آدم صفی بود، برگزیده خدا بود، چنان کرد، ما که دیگه نمیتونیم لاف گزاف بزنیم و بگوییم که ما مبتلا به گناه نمیشدیم. به پای همه ما نوشته شده است. حتی میتونید شما در همین سخنان حافظ یک رگه باریکی از تفکر مسیحیت رو ببینید که آدم پدر ما گناه کرد، گناهش به پای همه ما نوشته شد، لذا ما هممون گناهکاریم، بخوایم یا نخواهیم. من این رو قبلا هم گفته بودم براتون که در اندیشه های حافظی رگه ای از تفکرات مسیحی وجود داره و همین قصه گناه یکی از اونهاست. به هر حال این مقایسه بدی نیست. شما وقتی که اساطیر رو، تاریخ رو مستند و الگو برمیگیرید، میتوانید به وجوه مختلف اونها نگاه کنید. درست شبیه این که از امام حسین شما میرید چه استفاده هایی میکنید، یا همین امامان شیعه، یکی دنبال امام حسن میره، یکی دنبال امام حسین میره، یکی دنبال امام رضا میره، همه میگن نور واحد، همه یکیه.
اما این نور واحد رو هر کدوم دنبال یه بخشایی خاصشون میرن که مناسبت با اهداف و نیات اونها داشته باشه. مرحوم دکتر شریعتی، من نوشتم این رو و بارها گفتم، امام حسین رو که یک استثناء بود در سلسله امامت تبدیل به قاعده کرد و گفت که اصلا همه امام ها اینجوری بودن، اصلا ما همیشه باید امام حسینی رفتار کنیم، یا حسینی یا زینبی و الا یزیدی هستید. اینو میگفت دیگه مرحوم شریعتی. خیلی های دیگه جور دیگه فکر میکردن، باری پاره از اینا هم اختیاری نیست. این دیگه وقتی یه فکری بر شما غالب و حاکم میشه، شما رو به سوی که مقتضا و محصول اوست میکشانه. مولانا آدم گناهکار رو کاری نداره، هیچ جا هم نداره، هیچ جا نگفته که از گناهکاری آدم الگو بگیرید. ببینید که او چطور، حتی بعدها میخونیم حتی که آدم وقتی که گناه کرد، عکس العمل آدم و عکس العمل شیطان در مقابل خدا دوگانه بود. آدم گفت که من خطا کردم، ربنا ظلمنا انفسنا، همچنان که در قرآن هست، ما بر خود ستم کردیم. اما شیطان که گفت، گفت رب به ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی، تو منو به ضلالت افکندی. بعد مولانا میگه که ببین اینا دو تا عکس العمل نشون دادن، دو گونه هم پاداش گرفتن. اون یکی توبه کرد و دوباره به خدا برگشت، اما این یکی رانده شد. حتی وقتی که داستان آدم رو میگه، باز به این جنبه مطلب ما رو توجه میده. در اینجا هم که میبینید، آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف، چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود همی. لاف های جهانگیری میزنی، گر جهان پر برف گردد سر به سر، تا به خور بگدازدش با یک نظر. این جهان پر از برف بشه، یک تابش خورشید همه را آب میکنه، یعنی قدرت الهی. وزر او و صد وزیر و صد هزار، نیست گرداند خدا از یک شرار. مک وزر یعنی البته بار به معنای حملی که بردوش است. گفتن وزیر یعنی کسی که بار ملک رو بردوش می کشد. وزر او و صد وزیر و صد هزار، نیست گرداند خدا از یک شرار. خداوند با یک شعله‌ای که از خشم خود بفرسته، همه این مکرهای امثال این وزیران رو از میان می بره. این آن تخییل را حکمت کند، این آن زهراب را شربت کند. میتواند خیال را بدل به حکمت کنه، میتواند زهر را بدل به شربت کنه. یه جای دیگه مولانا داره میگه، کاملی که خاک گیرد زر شود، جاهل ار زر برد، ناقص ار زر برد، خاکستر شود. نه فقط خدا، اولیای خداوند هم میتونن این کار رو بکنن، چیزی رو به ضد خودش بدل کنن. اون گمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین، پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسطاییم. این بیت پایانی بماند انشاءالله برای نوبت بعد همراه با دنباله داستان. و السلام علیکم و رحمت الله. خواستم سوال کنم در مقابل شدن با عدد، آیا حیرت وجود داره؟ اگر وجود داره چه موقعی؟ بله طبیقا همینه. این به قول خود مولانا میگه که حیرت آلت بی صورتی، عدم که همون مقام بی صورتی، حیرت میاره. برای اینکه ما در مقابل چیزهایی که صورت دارن و عقل ما قدرت شکار این صورتها و درکشون رو داره، احساس میکنیم که سواریم، غلبه داریم و تفوق داریم. اما امر بی صورت ما رو نهایتاً در حیرانی قرار میدهد و بنابراین برای رفع این حیرانی هم نمیتونیم از عقل کمک بگیریم، چون خون به خون شستن محال آمد محال، یه چیزی نیست که عقل. باید بریم به فرای عقل، همون که گفتم از اون دیوار باید بپریم. خیلی ممنون. یه سوالی من داشتم در مورد آفرینش که به صورت هنرمند داره توضیح دادین.
به نظرم با توضیحی که دادین حالا میخواستیم به این صورت بیان کنیم که آفرینش خدا رو دور کنین از صورت انسانگونش رو بگین، حالا قصد و تصمیم گیری نبوده، ولی به نظرم به این صورت که توضیح دادین انگار اون مرحله آخر آفرینش رو حالا مثلا توی هنر ببینیم، انگار داریم اون بداهه نوازی مثلا یه نوازنده رو میبینیم، ولی به نظرم قبلش تمرین برنامه ریزیه، مطالعه است، گوش دادن موسیقیه، بعد انگار یه سلسله از تصمیم گیری ها و قصد ها بوده، بعد حالا اون به صورت آفرینش حالا مثلا موسیقی یا حالا خلقت در میاد. خواستم ببینم نظرتون چیه. خب ببینید مثال ها این معنیش نیستش که شما همه این شؤون و جوانب رو تطبیق کنید. خداوند طبقا دقیقا همینه، یعنی اون آخرین مرحله شه، چون خدا که تمرین نمی کنه، کسب تجربه نمی کنه، پیش معلم هم نمیره، چون فعلیت محضه، یعنی به آخرین مرتبهی که باید برسه رسیده، یعنی وجود داره بالفعل. بنابراین دقیقا در کمالی قرار گرفته که بداهه نواز قرار می گیره، یعنی پس از تمام اون کارا که برای کسب کماله، حالا دیگه کمالش از او بیرون میریزه. خداوند در همون کمال وجود داره ولذا دیگه از او فقط جوششیست بدون اینکه حاجت به تمرین داشته باشه. مولوی اونجاهای دیگه داره میگوید که غیر از خداوند همه احتیاج معلم دارن، بله، باقیان محتاج تعلیم و مثال، بله، ولی در اونجا نیست، اون مثال رو فقط برای اون مرتبه. عین این ماجرا در مورد اراده خداونده. ببینید خداوند نه اینکه اراده نداره، ولی مثل ما نداره. همه بحث این هستش که انسانی، جنبه انسانیش رو ازش بگیریم. شما وقتی که فکر میکنید و فکر میکنید و اینا و تا نهایتاً به یه تصمیم میرسید، به اون آخرین مرتبه تصمیم که دیگه عمل ناگزیر از شما صادر میشه، درسته؟ اون آخرین مرحله تصمیم که عمل رو اجتناب ناپذیر و الزامی میکنه، اون آخرین مرحله رو خداوند داره، بنابراین اراده داره، منتها ارادش در وضعیتی است که چسبیده به عمل است، یعنی احتیاجی به گذشت و طی یک مسیری نداره و امثال اینها. بله، اول عرض بخوام که همیشه دیرم، بعد بگم تشکر میکنم از صحبت از متشکرم. دیر آمدن شما هم خوبه، قبوله، بله، لطف داریم. بله، موبایل ایشون هم بیشتر آمد، موبایل شما علاوه بر دیر آمدن، بله، گفتش این از گناه اول، اون از گناه ثانی. ولی این که گفتم شعرش براتون بخونم، یک کسی شعر طنزی گفته بود در باب مرحوم خانم سیمین بهبهانی، البته وقتی که زنده بود، گفته بود که هم بی حجاب بوده هم شعر می سروده، این از گناه اول اون از گناه ثانی. زن شعر گفته باشد در سرزمین اسلام، کرده است این ضعیفه با کافران تبانی، سیمین بهبهانی اعدام باید کرد، این هم شعار لازم در مقطع زمانی. حالا شما هم گناه اول و ثانی داشتید، پشت اعدام هم صادر شد. بفرمایید. آقای دکتر، وقتی میگن God is love مثلا، نظر شما راجع به این چیه؟ عشق هم نمیشه دید، ولی همتر کسی بشه انکار کنه میگه عشق وجود نداره. بله، بنده کتابی دارم به نام خدا چون عشق، انشاءالله بیرون میاد به زودی، عرض میشود که God is love. بله، خب این تعبیر، تعبیر در انجیله، این اصلا در اونجاست. بله، God is light، God is love، اینا تعبیرات انجیلیه. خب این معناش روشنه، به این معنا یعنی خداوند سرتاپا عشق، سرتاپا محبته، از او محبت میریزه، و این love هم یک love است که ذاتی اوست، اکتسابی نیست و قابل خیشتنداری هم نیست، یعنی حالا اگه بخوایم به زبان خیلی عامی، اگه بخوادم نمیتونه این لاوینگ بودن و کیرینگ بودن خودش رو فرو بگذاره و ترک بکنه، یه چنین چیزیست معناش دیگه. همونطور که میگیم God is light، خداوند نوره، که باز این در انجیل هم هست، خود تو قرآن هم هست، الله نور و سماوات الله هست، این light یعنی خودش که روشنه، یعنی در وجودش تاریکی نیست،
انظر فلاسفه میگن ماده تاریکه، ولی یه چیزی که از جنس غیر ماده است که سراپا روشنه. دومی که روشنی بخشن هست، این چیزهای دیگر رو هم روشن میکنه، باز به قول اونا از ظلمت عدم به وجود میاره و امثال اینا. ولی این رو من خدمت شما بگم، تمام تعبیرات، تمام ها تعبیراتی که ما راجع به خداوند به کار میبریم همه مجازیه. ما اصل اینها رو از زبان انسانی گرفتیم و اینا برای عالم انسانی وضع شدن، حتی لاف یه جور افکشن نزد ما، منتها این رو ما باید تسعید کنیم بالا ببریم تا لایق مقام ربوبی بشه، و الا با همون ملازمات و مقارنات انسانی که داره به اونجا اطلاق نمیشه. یک نکته بگم، این مال البته حکیمان مسلمان و حکیمان یهودیه. این نکته که بگم، در مسیحیت خدا خیلی انسانیه، یعنی آنتروپومورفیکه. بالاخره عیسی هم فرزند خداست، یعنی نه مجازن، حقیقتاً اخیراً یه متکلمانی در مسیحیت پیدا شدن یعنی فرزند خدا بودن مجازی، مثل مرحوم جان هیک. من هم با ایشون یه مصاحبه مفصلی داشتم، خودش کشیش بود، مثلا الهیدان بود، منتها میگفت اینا بد معنا شده و متاسفانه خیلی معنی طبیعی مادی فیزیکی به اینها داده شده که گویی که واقعا خدا فرزندی پسری داره. تو قرآن هم که این همه میبینید حمله میشه، میگه نگین خدا بچه داره، نگید خدا پسر داره، این حرف رو نزنید، این لایق مقام ربوبی نیست. به هر حال خدای مسیحیت خیلی آنتروپومورفیکه، خیلی انسانواره، انسانگونه است. اما خدای تنزیهی که در اسلام هست و در یهودیت مخصوصا هست، اونجاست که میگیم این تعبیرات بشری وقتی بر خدا اطلاق میشه مجازی است و باید چنان معنا بشود که لایق مقام ربوبی باشه. بله. خیلی ممنون. خیلی تو فهمید که خداوند اراده داره. البته خداوند در کلام ارادن. بعد این رو چجوری جمع کنید با اینکه خداوند فعلیه که لبری میشه و میریزه، یعنی بله. ببینید من گفتم این البته توضیحش کمی بستی میخواد و وقتی میگیره. من عرض کردم ببینید لازم نیستش که یه موجودی که اراده داره همه مراحل ما قبل اراده رو طی کنه. این در ما آدمیان اینطوریست، یعنی شما مثلا فرض کنید وارد یه فروشگاهی میشید، به هر حال چشمتون به یک چیزی لباسی میخوره، اول تردید دارید بخرم نخرم، بذاره فکر میکنید، میگید من که دارم، حالا اینو چرا بخرم چرا نه، بعد قیمتش رو نگاه میکنید میبینید قیمتش مثل که بد نیست. به هر حال حالا همینطور ببینید همین مراحل دیگه، حالا گاهی نمیخرید، اما فرض کنید که بعد از همه این دلیبریشن ها به اصطلاح فکر بکنید و یه گام به پیش و یه گام به پس و آیا اینطوری اونطور، نهایتا باید شما به مرحله برسید که چی؟ که عمل اجتناب ناپذیر بشه، یعنی دیگه شما دستتون بره بخرید. اون اراده شما در آخرین مرحله است که این کار رو میکنه، نه تو مراحل پیشین. مراحل پیشین واقعا هنوز اراده نشده اصلا، هنوز بچه نوزاده، داره رفته رفته بدل به اراده میشه، چون اونا هنوز عملی تولید نمیکنه، شما هنوز در حال تردیدی. درسته؟ ما همه اینها رو جزء پروسه اراده محسوب میکنیم، چون ما آدمیم و ارادهمون به تدریج شکل میگیره، ولی اراده واقعی همونیست که عمل از او جدایی ناپذیره. یعنی اگر بود شما حتما عمل خواهید کرد. در مورد خداوند ما این رو میگیم اراده، یعنی اون اراده که عمل از او قطعا سر میزنه و این با جوشش چشمه و اینا هیچ منافات نداره. من تصورم این بود که اراده به هم مربوط میشه به مرحله به هم مرحله آخری که فرمودید، و وقتی که اراده باشه یعنی میتونه خدا اون کار انجام نده. نه نمیتونه، اون دیگه اراده، اون مال مراحل ما قبل اراده است. ببینید همین اشتباه ما، تا وقتی که شما میتونید انجام ندید هنوز اراده نشده، هنوز 99% که باز میتونید یک کمی پا عقب بگذارید.
اگه واقعا 100% شد دیگه اراده همون دیگه شما حتما عمل خواهید کرد. همه عملایی که شما میکنید با اراده های 100% و اراده واقعی همونه. ما قبل او مقدمات آماده کننده و به وجود آورنده اراده است. متا خداوند هیچ وقت در هیچ موردی در 99% نیست. همه چیز 100%ه. توجه میکنید؟ این همون چیزیست که یک بیان خیلی جالبی دارن فیلسوفان، میگن واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الحیثیات. اگر خداوند واجب الوجود به ذاته، در همه امور واجبه، یعنی ارادش هم واجبه، ارادش ممکن نیست. ببینید ما ارادمون امکانیه، اراده خداوند وجوبیه و وقتی که وجوبی شد یعنی وجوبی دیگه، یعنی بالاخره پس نمیگیره، عقب نمینشینه، اعمال میشه. اراده‌ای که حتما اعمال خواهد شد اون اسمش اراده واقعیه. در مورد خداوند اینجوری سوال داشتن در مورد این بیت جز شکسته می نگیرد فضل شاه، بیت و فهم و خاطر تیز کردن نیست را جز شکسته می نگیرد فضل شاه. بخواستم بکنم بیشتر در مورد شکسته شدن در نگاه مولانا توضیح بدید. جای دیگه هم اشاره میکنه که دست شکسته برابر در دعا سوی شکسته طرف فضل خدای. شکسته شدن چیه؟ یک پروسه اختیاریه یا حتما عنایت خداوند باید باشه پشتش؟ یکم بیشتر در این شکستن غرور انسانی که بیشتر آره همون که گفتید دقیقا، شکستن غروره، شکستن خودخواهیه، اظهار ذلت، واقف شدن به موقعیت وجودی خیشتنه و خود رو بیش از اون که هست نپنداشتن، این شکستنه. یه معنای دیگری هم شکستگی داره نزد مولانا که توی دفتر سومه، با این فرق داره. این همین بود که گفتم، همون که شما میشه شکستن غرور و ذلت حقه حقیقیه به اصطلاح، و اینکه آدمی واقعا باور کنه که تو این دنیا خیلی رول کمی داره. خلاصش تمام این افلاک درست سر ماست و درست مثل این بدن ما که این همه هورمون ها و الکترولیت ها داریم، یه ذره این ورون ور بشن ما همیشتون به هم میخوریم، بیهوش میفتیم اون طرف. منطقه چون اینا کار خودشونو دارن میکنن ما فکر میکنیم که ما سواری، واقعش یه ذره این ورون ور بشه آدم بعد میفهمه که کجای کاره. این رو باید آدم بدونه و غرور نگیردش. قدی گذشتگان بیشتر میگفتن در مقابل خدا، در مقابل مرگ آدمی باید بفهمه که چقدر کم توان است. اما یه معنای دیگه هم داره مولوی اونجایی که میگه پاشک چون که گله باز گردد از ورود، پس فتد اون بز که پیش آهنگ بود، پیش افتد اون بز لنگ پسین، از حکر رجع وجوه الابسین، پا شکسته می روند این قوم حج، که از حرج راهی است تا سوی فرج. در اونجا اولا یه مثال خوب میزنه، یه گله ای رو در نظر بگیرید که یه بز لنگ پسین داره، یه بز لنگی داره که از عقب قافله میاد، اینا میرن وقت برگشت نه که سرتم میکنن، اون بزلنگ جلو میفته، درسته؟ و میگه در واقع اینو اولا در نظر بگیر. نکته دوم این که میگوید که این شکستگی، میگه یه عده‌ای با پای شکسته به حج میرون، این شکستگی معنیش این استش که آدم از امکاناتی که داره فقط در وقت اضطرار و ضرورت استفاده بکنه، گویی که لنگه. شما فرض کنید که خدای نکرده پاتون شکسته و لنگه، چه راهی رو میرید؟ اون راهی رو که دیگه ضرورت مطلق داره، بی خودی بلند نمیشید هر جایی برید، اون کاری رو که دیگه نمیشه نکنید، زبون دارید، با این زبان چیزی رو میگید که دیگه مینیموم ضرورت است، بیشتر از اون نمیگید. این یه جور پاشکستگیه، توجه میکنید؟ یعنی خودت رو شکسته کن به این معنا که این ابزارهایی رو که داری فقط در وقت ضرورت استفاده کن، گویی که اینا شکسته است و فقط باید وقتی استفاده کرد که دیگه چاره ای نیست. میگوید که ما از اینها
بیهوده استفاده میکنیم، میگیم که خب یه زبونی است در اختیار ما دیگه، همطور بگردانیم، قلمی است به ما دادن بچرخونیم، هرچی میخوایم بنویسیم بگیم. نه، مثل کسی که قلمش شکسته، مثل کسی که آخرین قطره مرکب رو در اختیار داره، ضروری ترین نکته رو بنویس، ضروری ترین حرف رو بزن. خیلی سخته، البته این یه لیمیته، یعنی به او باید نزدیک شد، یه جور اپروچ باید کرد. اینی که میگه پا شکسته میروند این قوم حج، سفر واجب رو میرن که حج باشه، مثل کسی که پا شکسته. ولی هم تو سفرهای بی خودی نمیرن، خیلی جاها میشه رفت اما پا شکسته بلند نمیشه بره. بله، خب ممنون از یکایک دوستان و عزیزان.